آموزش قبلی دیدیم که چطور میتونیم از فایل های متنی و ورد استفاده کنیم و متن رو به ساختار صفحمون اضافه کنیم. شاید این سوال براتون پیش اومده باشه که ما فقط به این شکل میتونیم از فایل های ورد استفاده کنیم؟ نمیتونیم اونها رو به صورت کامل وارد نرم افزار کنیم؟ در جواب باید بگم که چرا؟ دریمیوی این قابلیت رو داره تا فایل های ورد رو به صورت کامل باز کنه و شما بتونید به راحتی از این فایل ها استفاده کنید. من یک صفحه خالی به نام ایندکس ساختم و میخوام فایل ورد رو در این صفحه باز کنم. پس در پنل فایل، فایل وردم رو انتخاب میکنم. در اینجا نیازی نداریم که فایل وردمون رو باز کنیم. فقط کافیه درک کنیم به پنجره داکیومنت. اما میبینید که در نمای لاین نمیتونیم فایل رو درک کنیم. در نمای کد چطور؟ در نمای کد هم نمیتونیم. پس به نمای دیزاین میریم و دوباره فایل رو درک میکنیم. در پنجره insert document میتونید انتخاب کنید که محتوای داکیومنت رو میخواید وارد کنید و یک لینک ایجاد کنید. که خب من قصد دارم محتوا رو وارد کنم. پس گزینه اول رو انتخاب میکنم. وارد کردن محتوا 4 آپشن داره که قبلا در موردشون توضیح دادیم. و اینجا باز هم تاکید میکنم از گزینه 4 اصلا استفاده نمیکنید. گزینه سوم رو انتخاب میکنم و در آخر اوکی میکنم. ببینیم که فایل وردمون به صورت کامل در محیط نرم افزار باز شد. اما در انتهای صفحه من 3 پاراگراف داشتم. اما میبینیم که برای اینا پاراگرافی تعیین نشده. در نمای کد میبینیم که خطهامون توسط تگ بی آر از همدیگه جدا شدن و داخلی پاراگراف نیستن. خب مشکل از کجایه؟ فایل ورد رو باز میکنیم تا مشکل رو پیدا کنیم. پاراگراف مورد نظرم رو میارم. میبینید که پاراگراف ها پشت سر همدیگه هستن و از همدیگه جدا نیستن. در اینجا میتونیم جواب سوالمون رو پیدا کنیم. برای اینکه دریمیور متوجه بشه اینا هر کدوم یه پاراگراف جداگانه ای هستن، باید بین هر پاراگراف یک فضای خالی وجود داشته باشه. خب اون فضای خالی رو ایجاد میکنیم. در انتهای پاراگراف کلیک میکنم و از کیبورد انتر رو میزنم و همینطور برای پاراگراف بعدی. فایل رو سیوش میکنم و دوباره به محیط دریمیور برمیگردم. با فشردن کنترل زد از کیبورد به حالت اولیه برمیگردم و دوباره فایل وردم رو درگ میکنم و در پنجره insert document کافیه فقط اوکی کنم. میبینید که پاراگراف ها به درستی ایجاد شدن. در این آموزش دیدیم که به چه راحتی میتونیم فایل های ورد رو وارد محیط دریمیور کنیم.